تو اون جریان چسب زخم اینه که من گفتم خدمتتون، یکی از چیزایی هم که میتونه کمک بکنه به نرم شدن یکات هماهنگی رنگ و هماهنگی تصویرشونه. به طور مثال الان این تصویر من به نسبت با این تصویر تقریبا میشه گفت از نظر رنگ و حالا غلظت رنگ و اینه یکی هست، تا حدودی هم میشه گفت با این یکیه، ولی البته نه خیلی زیاد. اینجا من آسمونم خیلی سفیدتره، اینجا خیلی آبیتره. خب دوربین عکاسی که این تصویر گرفته بهتر تونسته عمل بکنه توی تشخیص رنگ ها و حالا خیلی چیزهای دیگه. اینجا این دوربین فیلم برداری شاید یه مقدار ضعیف‌تر عمل کرده و حالا خیلی چیزهای دیگه. برای اینکه شما فیلتر اضافه بکنید روی تصاویرتون یا اصلا تصاویرتون رو یه تغییراتی روش بدید، میتونید روی خود اونها این آیکون رو دوباره بزنید و کلیپ ادجاستمنتس رو بزنید و حالا از اینجا میتونید شما بیاین توی قسمت ویدیو و حالا اینجا توی ویدیو میتونید ببینید که به طور مثال این تصویر شما بازه سفیدی و سیاهی که داره از کجا تا کجاست. حالا این یکی رو اگه بخواید بیاد ببینید به طور مثال ویدیو ادجاستمنت، این یکی از کجا تا کجاست. همونطور که شما میبینید الان من میزان تیرگی روشنیم طبیعتا خیلی فرق داره با این یکی تصویر، این دوتا کاملا با هم متفاوتن. باز اینجا هم به همین صورته. همینطور که شما میبینید الان من اینجا توی این قسمت سیاهی ها و تیرگی ها یه جزئیاتی دارم که توی این یکی تصویر نیست. اگر بیام اینو این شکلیش بکنم احتمالا یه ذره با هم هماهنگ تر میشن. هرچند که این نکته رو در نظر داشته باشید، همیشه چشم آدمیزاد و اون چیزی که شما توی تصویر میبینید خیلی خیلی مهمتر از این اعداد و ارقامی که اینجا هست و اینجا وجود داره. به طور مثال من اگه اینجا اینو بیارم این ورتر با این تصویر هماهنگ تر میشه، هرچند که ممکنه این لول اینجا با این لول اینجا خیلی نخونه. حتی ممکنه من اینجا نیاز باشه که این تصویر رو یه ذره روشن‌تر هم بکنم. حالا احتمالاً باز باشه خود هماهنگ تر میشه. خب عناوینی که اینجا دارید لولز خیلی شبیه اون لولی که شما توی فتوشاپ داشتید. اگر قبلا با فتوشاپ کار کردید میتونید اینجا سفیدی ها رو سفیدتر بکنید یا سیاهی ها رو بیشتر بکنید و سیاه‌تر بکنید. در واقع شما اینجا این خاکستری های شما که شما با کم کردن سفیدی ها میگید خاکستری های من میخوام سفیدتر بشن، یا اینجا میگید میخوام خاکستری های من سیاه‌تر بشن، طبیعتاً تصویرتون تیره‌تر یا روشن‌تر میشه. اکسپوژر دقیقاً این باز کردن دیافراگم روی دوربین، شما با بالا بردن اکسپوژر تصویر میتونید روشن‌تر و پایین آوردنش تیره‌تر بکنید. این تصویر الان من فکر کنم خیلی بهتر هستش، اگه یک کمی مثلا روشن‌ترش بکنم آسمون خیلی بهتری داره الان این تصویر. کنتراست شما خیلی واضحه، کنتراست تصویر رو کم و زیاد میکنه. کنتراست الان این تصویر به نسبت کمتر از این تصویر، من فکر کنم باید یک کمی کنتراست رو پایین تر بیارم، یه همچین چیزی فکر کنم هماهنگ تر بشه. هرچند که اینجا این آسمونی که رفته دیگه اصلا خیلی سخت میکنه قضیه رو. این رد گین و گرین گین و بلو گین هم دقیقا اینه اینی که شما روی تلویزیون های قدیمی اون پیچ قرمز و آبی و سبز رو جابجا بکنید. تصویرتون اگه خیلی قرمز شده باشه میتونید مثلا سبز بهش اضافه کنید که اون رو جبران بکنه. همونطور که میدید من اگه اینو خیلی کمتر بکنم ماژنتا تر میشه تصویر، بیشتر بکنم سبز تر میشه. شاید بد نبود اینجا این سمت چپ یه ماژنتا اضافه میکردن، یکی پیشنهاده که من خودم فرستادم برای اپل، ولی خب هنوز راستش بخواین هیچ جواب خاصی نیومد راجبش. دقیقا در مورد خود قرمز هم همینطوره، قرمز و سایانه، یعنی آبی که دقیقا این رنگ مقابل قرمز هست. شما اینجا اگر قرمز داشته باشید و این قرمزی اینجا وجود داشته باشه، بردن این اسلایدر به سمت چپ رنگ معکوسش رو اضافه میکنه که این سایان اینجا هست. باز در مورد سبز هم همینطور ماژنتا اضافه میکنه، در مورد آبی هم همینطور که زرد اضافه میکنه. من اگر این اسلایدر بریم راست رو آبی تر میشه، به چپ زردتر میشه. اگر دوست داشتید میتونید تصویرتون رو با این روش هم اصلاح بکنید. خود این وایت پوینتی هم که میبینید برای وایت بالانسه،
بعضی وقتا دیدی تصاویر شما خیلی زرد شده یا خیلی آبی شده، یه قسمتی رو که خاکستری حدوداً 50% میتونید انتخاب بکنید، به محض اینکه این آیکون آیدراپر رو بیارید روی تصویر و یه قسمت رو انتخاب بکنید، اینجا تاثیرش رو میتونید ببینید که باز یه اتفاقی به همین شکل تقریبا میفته که اینها رو جابجا بکنید. منتها این خب شاید از نظر تصویری یه ذره راحت‌تر باشه. مثلا اگر این شکلی بود شما میتونید بیاید رنگ معکوسش رو اضافه بکنید که به حالت خونسا برسه و به تعادل برسه در واقع تصویرتون. گفتم این آیکون هم اگر شما اینجا کلیک و درگ بکنید باز همین کار رو انجام میده. اگر احیانا از تنظیماتی که اینجا انجام دادید خوشتون نیومد، میتونید ریورت تو اوریجینال رو بزنید، برش میگردونه به همون حالتی که اولش بود. اگر اوتو رو بزنید خودش برای شما این کار رو انجام میده، که من راستش بخوام خیلی کم از اوتو استفاده میکنم چون خیلی اشتباهات عجیبی انجام میده. من معمولا خودم دستی این کار رو انجام میدم، فکر کنم یه خورده راحت تر باشه. خب من اینجا کنتراست رو الان یک کمی کمتر میکنم، اکسپوژر رو باز به همین صورت یک کم بیشتر میکنم، و این سچوریشن هم که خب غلظت رنگ شماست، اگه شما زیادتر بکنید غلظت رنگتون بیشتر و کمتر طبیعتاً کمتر میشه. یه نکته هم که بیشتر برای اصلاح رنگ ولی اینجا ممکنه به دردتون بخوره اینه که تصاویر غلیظ و پررنگ ممکنه جذاب‌تر باشن از نظر دیدن برای بیننده، ولی چشم رو خیلی زودتر خسته میکنن. تصاویری که رنگشون یه خورده کمتره و لطیف‌تره دیرتر چشم رو خسته میکنن. در این حال تصاویری که پررنگ هستن کات خوردنشون به هم خیلی بیشتر تو چشم میزنه تا تصاویری که رنگشون کمتر هست. به طور مثال من الان اینو میذارم روی 200، میام روی این یکی رو هم میذارم روی 200 و حالا ما ببینیم اینجا کات رو. من این ترانزیشن رو هم ور میدارم که گولمون نزنه. البته خب بدم نشد چون یه جا هستش، ولی باز شاید الان تو این درخت ها سبزیشون و این آسمون پشت و خب خود رنگ این آرک دو ترایامف یه کمی تفاوت بیشتری داشته باشه به نسبت زمانی که من بیام اینجا و بگم حالا من میخوام اینو بکنمش 80% و باز این یکی هم به همین صورت اینم بکنمش 80% دان. یه خورده کم رمق‌تر میشه ولی کات شما نرمتر خواهد بود. البته باز همونطور که گفتم مهمترین مسئله چشم شماست. اگر دیدید رو 200% هم جواب میگیرید بذاریدش روی 200%. هیچ قانونی ما توی این قضایا و توی این جریانات نداریم، ولی کم سچوره بودن راحت‌تر کات میخوره تا پر سچوره بودن. خب بریم دوباره توی ویدیو اجاسمنت ببینیم چیز دیگه‌ای نداریم اینجا. من خیلی بعید دونم، فکر میکنم که اینجا من خودم میارم اینو میذارم رو 110%. یکی هم باز همینطور فکر میکنم 115 اوکی باشه الان برای این پلان. حالا حتی یکی کنتراستش هم میتونه یکم بیشتر بشه. خیلی الان کم شد. این تیرگی هایی که این تو هست من فکرم یکم میتونه تیره تر بشه که با این تصویر هماهنگ تر باشه یه خورده. بد نیست دان. حالا ممکنه شما بگین این اجاسمنتی که من اینجا دارم میخوام رو چند تا کلیپ دیگه هم پیست بکنم. شما میتونید بیایید اینجا کپی رو بزنید و حالا این یکی کلیپ انتخاب بکنید. به جای اینکه پیست رو بزنید پیست اجاسمنت رو بزنید. توی این پیست اجاسمنت شما هم ویدیو دارین، هم آدیو دارین، هم کراپ دارین، هم ویدیو افکس، آدیو افکس، استیبلایزیشن، اسپید، رولینگ شاتر، تمام این عناوین رو شما میتونید از یک کلیپ کپی بکنید روی کلیپ دیگه پیست بکنید. مثلا فرض کنید همون کمبرنز رو و حالا اون چیزهای دیگه‌ای که داشت که توی عنوان کراپ شما هست میتونید پیست بکنید اینور. من میتونم بیام اینجا پیست اجاستمنت کراپ رو بزنم و حالا اگر شما این یکی رو ببینید احتمالاً عین همون انیمه که اونجا داشتیم برای این یکی هم اتفاق خواهد افتاد و عین همون کراپی که اینجا داشتیم. من میتونم بیام بگم این کمبنز رو من نمیخوام، همون فیت خوبه دان رو میزنم. و یا در مورد خود رنگم باز به همین صورت پیست اجاستمنت و حالا ویدیو. الان دقیقاً اون اجاستمنتی که اونجا داشتم برای این یکی هم اعمال خواهد شد. آیکونی که شما اینجا میبینید این نشون میده که صدا داره، این نشون میده که تغییرات کراپینگ روش انجام شده و این نشون میده که اجاستمنت روش انجام شده. من اگر روش دابل کلیک بکنم شما همونطور که میبینید ویدیو اجاستمنت من برام باز میشه که اگر دوست داشتم میتونم تغییراتی به نسبت خود این کلیپ دوباره اینجا
اجرا بکنم.